این تصویر خب تو مرحله اولیه دیدیم، بهتون گفتیم ویدیوهای 55 ترشولد سیه. اگه شما درست تصویر گرفته باشی، حتی زمان تمرین درست عمل کرده باشی، چنین تصاویری رو میتونی بگیری، ولی درست به روشهای درسته، چون روشهای مختلفی برای اهداف کوچیک در عمق زیاد یا نخوندن ترشولد یا خوندن ترشولد با اندازش، ابعادش و ترکیبش وجود داره که این حسن کاره. باید یاد بگیرید که بدونید دارید چیکار میکنید. حالا اینجا برای یه هدف با ابعاد کوچیک یا متوسطه که اومده ویدیوهای 55 ترشولد 30 رو در نظر گرفته. سیگنال 11 پایین رو برابر ویدیوهای 55 میدیم. ببینید تکراریه، جای دیگه گفته بودیم، الان موضوع دیگه ای رو میخوام بگیم. پایین رو صفر میکنیم، بالا رو میبریم رو 14 رو ترشولد مخصوص خودش که ترشولد 30ه، سیگنال بالا. اینم اوکی میکنیم. گفتیم در این روش چون هدف عمق زیاد بوده، دیگه اینجا وقتی اومدیم سیگنال 1 بالا رو دادیم، اینترپولیت رو نمیدیم، مستقیم میریم بر روی 2-0. درست شد. اینجا یه لکه رنگ منظم گرفتیم، ترکیب و شکلش رو نشون دادیم، گفتیم اگه زمان تمرین باشه این درسته، قابل قبوله، ولی در صحنه اصلی که خب حتما بعد دو قلوه رو بگیرید. اینم خودش عملا وقتی دارید با رنگاش کار میکنید دو قلوه رو بهتون میده و میتونید به اونید حتی در صحنه اصلی کارم به عنوان جریان یک هدف در نظر بگیرید، به شرطی که فقط در همین سیگنال به ما پاسخ رو بده. چون ما اگه بیایم کدای دیگر رو بدیم با فیلتر آنالیزا ببینید کار کنید، تا F7 و F6 میتونیم خیلی چیزها رو به دست بیاریم تو ترکیب شکلی این هدفه. خب اینا همه وجود داره و ما میتونیم ازش بهره ببریم. ببینید الان این شکلایی که این داره میده، ما میتونیم حتی دو قلوشو در اینجا بگیریم و بگیم آقا اینا دو تا مثلث رو به هم هستن و اینا هم دو تا دو قلوان. خب این ویدیوهای 55 ترشولد 30 بود، ولی اگر شما بیایید این رو ترکیب اشتباهی داده باشید، یا بعضی مواقع در زمان تمرین هم این اتفاق میفته، شما بیاید در اینجا سیگنال 11 پایین رو بدیم. ببینید 11 پایین رو برابر ویدیوهای 55 میدیم. میام این دفعه بالا رو انتخاب میکنم. خب ما ترشولد اون 30 بوده، میام 12 بالاترین ترشولد رو توی 25 انتخاب میکنیم، چون 9 تا 12 توی ترشولد 25 دیگه در سیگنال بالا. الان 12 رو انتخاب میکنیم، به جای 14 که انتخاب کردیم 12 رو انتخاب میکنیم. حالا میایم 1 بالا رو میدیم و همون روشی که با 14 رفتیم الان با 12 بالا میریم و 2-0ش میکنیم. ببینید ما لکه رنگ منظمی در ترکیب نمیگیریم. این یه نوع عملیات درست با ترشولد درست و با ویدیوهای صحیح برای گرفتن یک هدف. خواستم تفاوت ترشولدار رو بگیم. خب با تفاوت ترشولدار رو ما اینجا گرفتیم. این که بیان کردیم چه چیزی اختلاف رو ایجاد میکنه و باید در نظر داشت، همین 11 پایینی که ما الان داریم میدیم. ببین 11 رو دادیم در زمان تمرین یا صحنه اصلی کار برنامه ویدیو 55. خب ما 14 رو داده بودیم، الان 12 رو دادیم، 12 بالا. خب به ما پاسخ نداد. اینجا تفاوت ترشولدها و نواقص کار یه اپراتور رو در زمان تمرین هم میتونید درآورید. ولی زمان تمرین اگه شما یه موقع 14 رو دادید گرفتید یه لکه رنگ و 12 هم دادید یه لکه رنگ گرفتید، این ایرادی نداره، چون حتی در کار با آنتنیان ترشولدهای نزدیک هم میتونه پاسخ بده، ولی در صحنه اصلی کار مورد قبول نیست. اینکه حالا یه هدفی بوده که تونسته به خوبی بگیرتش و حتی 14 12 هم پاسخ درستی نمیده نسبت به هم، نسبت به ترشولدی که داده شده. خب اگه الان ما 11 پایین رو که بدیم، که یه بار داده بودیم، دوباره 11 پایین رو برای ویدیو 55 بدیم بالا صفر باشه و اینو برگردونیم عقب و بیایم مثلا اینجا الان ما بریم 16 رو بدیم، یعنی بریم از ترشولد 30 مون به طرف ترشولد 35. خب الان این کد رو که داریم بهش میدیم، ترشولد 35 رو که بهش دادیم، میایم کد عددی 1 رو بهش میدیم، همون کاری که با اون تصویر کرده بودیم با عدد 14 اش، یعنی روی ترشولد خودش. ببین الان یه دونه لکه رنگ منظم اینجا به ما داد. اینجا بیانگر اینه که احتمال اینکه این هدف به ابعادش بزرگتر باشه برای تشخیص بسیار مهمه. این الان به ما میگه که این هدف به نسبت ترشولدش یا عمقش همخوانی نداشته و یه نقصی در کار وجود داره. ببینیم ما میخوایم نقصا رو بگیم. وقتی نقصا ایرادات رو میگی تو صحنه اصلی کار خیلی چیزها رو میتونید تعیین بکنید برای یک هدف با اون ابعادی که مورد نظرتون میده که میخونه یا نمیخونه. حالا اینجا میتونید بیاید از ترشولد 35 استفاده کنید، ویدیوهای 55 ترشولد 35. اون موقع دیگه بعد اون تکلکه رو یا اون جفلکه‌ای که شما دارید میگیرید و فقط تو ویدیوهای 55 ترشولد 35 بده، دیگه اینجا مشترکاً در دوتا ترشولد به ما پاسخ نده. زمان تمرین گفتیم این اتفاق میفته، ایرادی هم نداره، ولی در صحنه اصلی کار این اتفاق اصلا
نباید بیفته. حالا اگه ما بیایم باز 11 پایین، یا سیگنال 11 پایین رو برابر ویدیوهای 55 بدیم و پایین رو صفر کنیم، این دفعه بریم از ترشولد 17 و 18 یعنی 40 استفاده کنیم، میایم 40 رو بهش میدیم، درست شد؟ یعنی سیگنال 18 بالا همون روش رو استفاده میکنیم، 1 رو بهش میدیم و 2 صفرش میکنیم. ببینید اون لکه رنگه دیگه نیمد. پس این هدفه بین ترشولد 30 و ترشولد 35، یعنی کد عددی سیگنالی که داریم ازش بهره میبریم در بالا بین ترشولد 30 و 35. این دیگه اختلافیه که دستگاه هم تونسته تشخیص بده، هوشمند باشه، جدا سازیش کنه، بگه این منبع اینجا تقریبا به این ترکیب وجود داره. پس اینا منابعی و موضوعاتیه که باید بدونید که خطاها را زمان تمرینتون یا اختلافات رو در زمان صحنه اصلی کار به دست بیارید. ببینید این ترشولد بالا رو به این صورت پاسخ دادیم، یا اون سیگنال بالا بنابر ترشولد که کار ترشولد، یا سیگنال ها با دقت عمل اپراتور و خود هدفه که امکان داره بین ترشولد 30 یا 35 هم باشه جدا سازیش کنید، با اینکه با ترشولد 40 به ما جواب نداد، با ترشولد 25 هم به ما با سیگنال بالای 12 و سیگنال 18 با سیگنال 11 پایین به ما پاسخی نداد. این تفکیک ها و جدا سازی است که اپراتور باید دقیقا یاد بگیره.